هستی بخش به نام تو آغاز می کنم و می دانم اگر لحظه ای از من روی برگردانی هیچم بسم الله الرحمن الرحیم و سلام همراهان همیشگی برنامه روشنا سلام های گرم ما را پذیرا باشین که تقدیم یک, یک شما میکنم و امید دارم در هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین خب روز پنجشنبه یک یک شما عزیزان به خیر و به سلامت باشه برنامه روشنا هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه امید داریم که تا آخرین لحظات امروز و هر روز بیننده ما باشین در خدمت خوهر خوما خانم خوم حسن زاده هستیم که در استودیو همراه ما هستن و صحبت را با ایشان میخوایم که آغاز کنیم اما موضوع برنامه ما آرامش در خانواده چقدر مهم است از نگاه شما آرامش در زندگی چقدر میتونه مهم باشه؟ به نظر من که بسیار زیاد اهمیت داره ما و شما به خاطر رسیدن به آرامش بسیار تلاش میکنیم صبح تا شب تلاش ما به خاطر رسیدن به آرامش است ولی که آرامش در خانواده چقدر میتونه اهمیت داشته باشه میشنویم از زبان خواهر خوب خانم حسن داده سلام خوب هستین بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم امیدوارم که بینندگان عزیز در هر کجا که این برنامه رو میبینن سالم و تندرست و موفق و معید باشند الهی آمین سلامت باشین زنده باشین بینندهای خوب ما که همیشه برنامه روشنا رو دیدن و پیگیری میکنن و دنبال میکنن میفهمن که ما در رابطه با مباحث آرامش صحبت های زیاده داشتیم و امروز هم در رابطه با آرامش در خانواده همراه شما گفتگو داریم اما قبل از اینکه خانم حسن زاده بیاد گفتگو رو شروع کنم من میخوام سه تا نکته بسیار سریع بگویم براتون این که چه چی چیزهایی میتونه باعث آرامش شوم یادتان باشه الا به ذکر الله تطمئن القلوب دلها فقط با نام و یاد خدا هست که میتونه آرامش بگیرم این نکته زیباترین و مهمترین نکته است که ما باید حتما در زندگی رعایت کنیم اما دو تای دیگه شه میان بله من میگم براتون خب خانم حسن آرامش در خانواده چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چه عواملی میتونه که مانع او شوه بله همونطور که فرمودیم بحث ما که در جلسات قبل بیان کردیم آرامش در خانواده است که در جلسات قبل ما این رو بیان کردیم که آرامش باعث تحکیم خانواده میشه ام. و اینکه یه اعضای خانواده روابطشون باعث میشه که مستحکمتر بشه و راههای تقویت و ایجاد آرامش در خانواده ام. رو ما بحث کردیم و گفتیم که باید از خانواده عوامل تن... که باعث تنش ایجاد بکنه ام. بین خانواده بشه افت در بین خانواده جاری باشه این عوامل ایجاد آرامش در خانواده بود حفظ اقتدار مرد در خانواده رایت بشه و از همه مهمتر همون نکته که شما اشاره ام. کردین حاکم ساختن روحیه بندگی در خانواده ام. و این با یاد خدا های خودمون را آرام کنیم اینها و توکل اعتماد به خداوند هم میتونست باعث تقویت آرامش در خانواده بود که در جلسات قبل ما به این کردیم. و اما این جلسه میخوایم در مورد انشالله عوامل بر همزننده آرامش در خانواده بحث کنیم. بحث کنیم یک مواردی هست که باعث میشه که آرامش رو از خانه برداره سلب آرامش کنه او آرامش و امنیت رو یه خانواده احساس نتنه. نکنه, با وجودی که چقدر تلاش میکنن کوشش میکنن زحمت میکشن چی پدر خانواده چی مادر خانواده ولی بازم میبینن که او آرامشی که هست باید باشه نیست, نیست. و این عوامل رو ما میخوایم امروز اشاره کنیم که انشالله از خانواده ها کلا حذف بشه آرامش، صفح و آرامش صفا و صمیمیت در خانواده حاکم بشه بشیارالی. اول نا... موردی که میتونیم بر هم آرامش در خانواده هست نارضایتی از زندگی هست که امروز هم از بیشتر خانواده ها رو میبینیم. که وقت سختی مشکلاتی دارن شروع میکنن از سختی های خودشون بیان کردن و جذر فضل کردن و اون رو زیاد و بزرگ جلوه میدن و باعث میشه که این از زندگی ناراضی باشن, باشن و همه ناراضی فیلم کنن مشکلات فقط برای اینهایه و برای بقیه نیست ما داریم که همه خانواده در هر جا باشن به جرعت میتونه بگیم هر خانواده نسبت به خودش مشکلات خودش رو داره و اون باید خود فرد تواناییش رو به کار بگیره که این مشکلات رو برطرف کنه ما در خداوند متعال در قرآن در سوره بلد آیه چهار میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد اصلا ما بله انسان را در رنج و سختی, سختی آفریدیم بله بله حالا انسانی که در رنج و سختی آفریده شده ام. و این رنج سختی به خاطر اینه که خودش به تکامل برسه ام. و باعث این است که به اون کمالی هست برسه و این باعث به مشکلات خودش رو برطرف کنی یک خانواده اینها هست که باید چون اگه فرد نارضایتی کنه و باعث میشه که نارضایتش روز به روز بیشتر کنه امروز از یک چیز بیشتر ناراضی میشه آه. فردا روز مورد دیگه پیش میایی و اون ناراضی همینجور نارضایتی های از زیاد میشه بله. و امید از زندگی از این میره دیگه آه. یعنی خانواده امیدوار و کسی که بتونه با مشکلات مبارزه کنه و پی بشه دیگه خانواده نیسته و همیشه اینه که ما نقطه ضعفی که بین خانواده ها متاسفانه میبینیم کسانی مم. که احساس نارضایتی میکنن اینه که همیشه نداشته خود رو میبینن آه. همون مشکلات خود رو میبینن این نارضایتی از زندگی دیگه آره نا... میشه که همین نا... او... از محیط خانه یا از علاز اقتصادی یا علاز روحی و روانی از, هر راه از راه همه چیز از باید. هر لحاظ در یه خانواده اون نارضایتی که داشته باشه حالا از بس اقتصادی باشه ام. اجتماعی باشه فرهنگی باشه فردندان باشه و هر راه باشه اینه که مشکل اینه که او رو بزرگ جلوه میدن اون مشکل رو میشه آدم برطرف کرد با تلاش ام. کردن ولی اینها نه همیشه نیمه احساس نارضایتی میکنن یکی از دلایلش اینه که همیشه نیمه خالی لیوان رو ببینه هیچ وقت نیمه پر رو لیوان رو نمیبینن همونطور که ما ما الان میبینیم کسانی میان مشاوره من میپرسن ما فل... مثلا فرزندمه ده. یا همسرم فلان مشکلات رو داره ده. و ما وقتی که از اونا میپرسیم بیشتر میپرسیم میبینم فقط یک مشکل در زندگی هست وقتی ازش میپرسی حالا این نکات منفی از همسر خود گفتی این مشکل این مورد در همسر شما مثلا آه. عدم توجه به خانواده ده. هست ولی حالا یک نکاتی بگو که در خانواده همسر شما بود توجه میکنه شروع میکنه به گفتن نکات مثبت که میبینن می که او بیشتر می میشه مثلا اهل نماز هست آه یا فرزند مال فرق یا همسر مم. باشه یا فرزند اهل نماز هست مرد مهربانی هست و مثلا برای خانواده تلاش میکنه و اهل بخیل مرد بخیلی نیست مم. وقتی که صفات مرد رو داره میگه در صورتی که او مشکلی که داره این خانم میبینه بسیار ناچیزه و از احساس نارضایتی میکنه مم. یکی از این که ما مشکلات رو بزرگ جلوه میدیم به دهو دقت میکنیم ما توجه همو نیمه خالی دیوار رو میکنیم به اون نکات مثبت توجه نمیکنیم. انسان خوبه همونجوری که توجه میکنه به نکات منفی با نکات مثبت میتونه تا منفی رو برطرف کنه باله. یعنی وقتی من نکات مثبت طرف مقابل رو ببینم ام. و اون نکات مثبت خیلی بی زیاد هست و از اونها در مقابل همسر تعریف کنم ام. و مثلا همسر خودمو انتقاد کنم و اون نکات مثبت رو بیان کنم بگم حالا اگه این کار شما هم مثل اون کارهای تون می بود چه خوب بود خب این خود به خود باعث میشه که او کار از زندگی حذف کنه ولی نه همش اون انتقاد کنیم اون مورد رو او باعث میشه که در چی بر, بر چه برای همسر اینا باعث میشه که او بمانه در فرد پس این نکته رو باید توجه کنیم مم. که همه مشکلات دارن مم. در زندگی آرامش واقعی کسی داره که توجه به خداوند داشته باشه یعنی رضای خداوند رو در زندگیش داشته باشه و با توانایی خود میتونه اون مشکل رو برطرف کنه جالب اینجا وقتی که ما حالا میگیم توانایی من چی باشه که بتونم مشکل همون ایجاد انگیزه ای که تلاش میکنم وقتی که ایجاد انگیزه همون راضی باشم از زندگی به رضای خدا و اینا و تلاش کنم در زمین همون تلاشی که در میخوام مشکل رو برطرف کنم همون توانایی های من میگن دقیقا این نکته خیلی مهم است خانم مثلا چون مثلا میگیم که راضی باشینه. یک نفر از خب میگه من این راضی دیگه هر چی هست دیگه گوم شو دیگه یعنی زندگی مست دیگه ولی یک نفر دیگه هست با وجودی که مثلا ناراضی هست ولی تلاش میکنه تلاش میکنه که بتانه خودش از او حال برایه از او حال نجات بتن نیه اصلا مثلا تو بگوی که خب من رازیستم دیگه ایچ دیگه بیشی این تلاش نکنه که بتانه او مشکل خوده یا او سختی که وجود داره یا او کمبوده که در محیط زندگی خودش داره او را تلاش نمیکنه که برداره میگم این وقتی تلاش نکنه همش همون آرزو باقی میمانه به با هدف خودش و مقصد خودش هیچ وقت نمیرسه دوست. ولی فردی که تلاش میکنه دیگه به اون مقصد نهاییش حالا یک روزی میرسه مطمئنا و این امید رو لاغر داره و همین امید او رو آرام میکنه, آرام میکنه. پس یعنی اگر از یک چیز ناراضی است به خاطر نارضایتی خودش باید تلاش کنن احسن. زحمت بکشه که به تغییر ایجاد کنن در دقیقاً این حرف خود شما ما از بین صحبت هایتان این نتیجه بسیار رو. ما حتی در کلام بزرگان داریم علامت ایمان وقتی میگفتن کسی که با ایمان و مؤمن میگن می در وقت بلا و مصیبتی که به او میرسه اینه که جزف نمیکنه یعنی تحمل میکنه که مشکل خود برطرف کنه با آرامش ولی هنگامی که نعمت و رفاهی هم که بهش میرسه خداوند رو شاکره دیگه مم. مقرور نمیشه مم. متاسفانه الان ما میبینیم کسی که وقتی در جامعه کوچکترین مشکلی میرسه ایجازه فضل میکنه مم. وقتی نعمتی هم میرسه از یاد خدا متاسفانه انسانهایی هستن خدای نکرده. قافل میشه میشم و این رو خدا انسان باید بدانه که راضی به رضای خدا باشه و در برابر و برای رسیدن به هدف خودش تلاش کنه خب حالا مثلا ما این نکته رو میگیم که اگر افرادی که مثلا بیشتر میتونیم بگیم جزافزا میکنن و به بیشتر تابی بیتابی میکنن, می میکنن مثلا اینها دیگه آرامش از اونها دو دوره در سایه آرامشه که انسان میتونه عقل درست کار کنه فکری فکر درست کار کنه بلد. شما توجه داشته باشین مشکلی به یک فرد خانه ایجاد میشه اگه او فرد خانه او مشکل خب بیاره و در میان بگذاره با کل اعضای خانواده خودش بیتابی کنه بقیه هم به تبع او بیان بیتابی کنه خب این دیگه سنگ به رو سنگ بند نمیاد دیگه. نمیتونه تصمیم درست کسی بگیره نه عقل کسی درست کار میکنه ام. حتی احساسات خود هم دیگه رو نمیتونن درک کنن بلده. چون زمانی احساسات درک میشه زمانی عقل درست کار میکنه ام. فکر در تصمیم درست نمیگیره که این فرد بتونه با آرامش رسیده باشه ام. یعنی همین مشکل رو هم با آر... آرامی آدسان داخل شده. خانه بیان کنه و ناآرام نباشه اگر ناآرام بود به تبع بقیه افراد خانواده هم ناآرام میشن و که پدر یا مادر خانواده باشه عصبانی میشن آه. و همه عصبانیت باعث میشه که روزودرنجی مم. بیاره و دلخورگی بیایه یک حرف ت... پایین بالا بشه که اصلا مناسب او خانه مم. نباشه خب اینها از مواردی بود که باید آرامش رو در خانواده مم. انسان حفظ کنه و با آرامش مشکلات خود خور حل کنه هم. و همین آرامش هم گفتیم سطح امید انسان رو خود به خود بالا میبره هم. و ب... 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 میتونه میگه افراد ناراضی وقتی که بیشتر افراد ناراضی رو در جامعه بیمینی همیشه ناراضی هستن یا به گذشته خود فکر میکنن یا به فکر آینده هستن بله. ولی ما داریم که در آموزای نباید به گذشته فکر کنی هم. از گذشته و درس بگیر پند بگی تجربیات خود استفاده کن و آینده هم امید و توکل به خداوند و مسلحت خداوند داشته باش که خداوند برای تو بهترینش رو رقم بزنه جور نباشه که همش بین این دوتا باشی این دیگه خانه نارام است چون همش د، 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 تف... تفکر مسائل قدیم یا شکست هایی که در قبل داشتن اونا را بحث میکنن صحبت و گفتگو و آرامش از بین میره فقط به همون از گفتگویی که از مثلا فایده ای هم نداره در صورتی که انسان باید در حال زندگی کنه و تدبیر و امید به آینده داشته باشه و رضای خدا را در اون مسئله قضا و قدر الهی هم در نظر بگیره که خود همین مسئله خداوند بهترین زندگی و آرامترین زندگی رو نصیب بنده میشه ما این درس رو از بزرگان اسلام اولیا و انبیا زیاد گرفتیم انبیا الهی این درس رو به ما دادن وقتی که مشکلات به سراغ اونها می آمد. یا خیلی مثلا به فشار روحی روانی اونها زیاد میشد باعث میشد که خود را به یک طریق آرام کنن و اون هم یاد خداوند بود بله. ما الان اینجا یک شاید همه رو داشته باشیم چون اینها مشکلات و امتحانات الهی است که برای انسان بله. ایجاد میشه که انسان باید در برابر این امتحانات داشته باشه امیم. که پیروز باشه خب یک داستانی رو همه بینندگان و محترم شما شنیدین داستان حضرت یونوس هست بله که این پیامبر در هنگامی که در برابر قومشون دعوت میکردن مردم رو به حق باعث میشد که مرد ناراحت بشن و باعث شد که از قوم خودشون فاصله بگیرن چون قومشون همش متکبر و اینها بودن و در برابر خداوند تسلیم دعوت خداوند تسلیم نمیشدن باعث شد از قوم خودشون فاصله بگیرن و به سمت و فاصله بگیرن و دورشن رفتن به سمت دریا وقتی که به دریا رسیدن باعث شد که یک کشتی مسافر داشته باشه بیا جلو راه اینا و سوار این کشتی مسافر شدن و باعث شد که سوار کشتی بشن و به وقتی که حرکت کردن یک ماهی بزرگی حالا بگیم یک نهنگی میگیم آه. به سمت این کشتی حمله ور شد و افراد کشتی گفتن باید یک نفر از ما چون این داره اذیت و آزار ما میده باید گرسنه است و داره حمله میکنه باید یک نفر از اینا رو بندازیم داخل آب و بعد که جان بقیه رو نجات بدیم و شروع کردن به قره کشتی. و قره به نام حضرت یونس افتاد بار دوم بار سوم و سه بار قره کشی به نام حضرت یونس افتاد و حضرت یونس رو به دریا افکندن و وقتی که به دریا افکندن باعث شد که این ماهی حضرت یونس رو بله و روایت ها رو زیادی داریم که چند روز مثلا حضرت یونس در شکم این بودن و در سوره صافات آیه 139 ام. تا 148 این آیات رو قشنگ بیان کرده که بینندگان عزیز در یک فرصتی حتما مطالعه داشته باشن ام. در اینجا میخوایم این قسمت رو بگیم که تسبیح و یاد خداوند در شکم ماهی برای حضرت یونس باعث شد که از بلا نجات پیدا کنن و و حکمت و اجازه قرآن هم بر بود بود اجاز این بود که حضرت یونس رو وقتی بلید هیچ استخوان حضرت یونس نرم نشده بود برد. ما این رو داریم در روایت برد. زیاد ذکر شده ولی ما این رو میخوایم بگیم وقتی که این بلا به سراغشون آمد او تسبیح خدا باعث شد که ایشان رو نجات بدن ذکرهایی که میگفتن ذکرهای احسن آیه سوره انبیاء هست آیه 87 88 که خداوند میفرماید یونس را بیاد آورد در هنگامی که خشمگین شد و از میان قوم خود رفت چنین میپنداش که ما برو تنگ نمیگیریم اما وقتی که ماهی بزرگ در شکم ماهی بزرگ قرار گرفت در اون ظلمت اینجا ظلمت های نام برده شده همون تاریکی نام میبرن که ظلمت تاریکی شب بود دومین تاریکی تاریکی زیر دریا بود آه. و سومین تاریکی برای ظلمت نام برده شده داخل شکم ماهی بود آه. یعنی در این ظلمت ها باعث شد خدای خودش رو یاد بکنه و بگه لا اله الا انت سبحانه که این نیکن تو من از ظالمین که خداوند جز تو معبودی نیست و آه. و من از هستم و تو منزه هستی این با این کلام خداوند باعث شد که حضرت یوسف رو به ساحل حضرت بب... یونس رو به امر خداوند بله. بیاره به ساحل آه. و باعث نجات اون شد بله. درس از... بزرگ است برای ما تک تک درس های قرآن همچینین است بله. ما الان تک تک داستان های زیادی در قرآن است برای ما درس است که این حال خانم مثلا زاده که بسیاری از هموطن های ما چقدر در سختی ها و مشکلات هستند و به واقعیت بسیار, بسیار خب به حال ما همه هموطن هستیم و درک میکنیم که چقدر در سختی و مشکلات هستند خب این خودش میتونه یک درس بسیار بزرگی باشه عادت یونس در سختی و مشکل بود و با یک ذکر نجات پیدا کرد خب ما چرا این کارا نکنیم ما هم میتونیم این ذکرها را همیشه در زبان ما جاری باشه و صد درصد میتونیم از مشکلات سختی ها خودمارا نجات بتیم بحثن کار ما رو آسان کردین و نتیجه گیری کل داستان رو پرمود این زحمت کشین واقعا این همینه برد. ما از تک تک هم بیا میتونیم و اولیاء الهی درس بگیریم برد. و مشکلات خودمان رو حالا مشکل امنیت باشه مشکلات برد. این با یاد خدا خودش باعث میشه که این کم برد. کم مشکلات اقتصادی برد. کم کم انشالله حل بشه و او توکل خودمان باعث میشه که خدا به انسان کمک کنه برد. و این رو یادمون باشه که هیچ وقت خدا من بنده خودش رو تنها نمیگذاره ما این رو داریم در بیشتر آموزه‌های اسلام هست که خداوند در هر جا به فکر بنده خودش هست مورد دیگه که می‌خوایم بیان کنیم در مورد همین که عوامل دیگه آرامش باعث میشه که از خانواده بره رعایت نکردن حقوقه این خودش برهم میزنه آرامش رعایت نکردن حقوق اعضای خانواده آه. الان امروزه ای خیلی پررنگ شده خدای نکرده بی احترامی های نسبت به هم دارن هر یک از اعضای خانواده ما باید دقت کنیم نسبت به همدیگه حق و حقوقی دارن بله بله هر یک فرد مثلا یک... نمیتونیم یعنی یک... که زن نسبت به شوهر, به شوهر... حقوق شوهر نسبت به زن یک حقوق اولاد نسبت به پدر و مادر پدر مادر نسبت, به اولاد, اولاد و فرزنگان. هر کدوم اینا تک تک اعضای خانواده نسبت به هم حقوقی دارن ام. اگه این حقوق رعایت را نشد دوچار استرس و خانه میشه دوچار افسردگی این خانواده میشه ام. و حتی ناآرامی در او خانه ایجاد میشه صدر صدر. خب، و باید اول فرزندان حق حدود, حدود پدر و مادر رو بشناسن ام. و تک تک اعضای خانواده نه پدر فرزندان تنها پدر و مادر حقوق فرزندان رو بشناسن ام. که اونها رو بتونن رعایت کنن ما در آموزههای اسلام خیلی حقوقی رو ذکر کرده ایم برای اینکه بتانن افراد حقوق رو بشناسن آه. مثلا در آیه قرآن هست که اولین آیه که ما اینجا بیان میکنیم سوره اسرا هست آیه 23 که خداوند متعال میگه پروردگارت فرمانده که جز او نپرستی این نسبت رعایت حقوق فرزند نسبت به پدر و مادر رو داره بیان میکنه به پدر و مادر خودت نگی کن و هر یک از اون دوتا یا یکی از اون دوتا زمانی به پیری رسیدن کمترین اهانتی به اونها نکن و بر اونها فریاد نزن گفتار لطیف و سنجیده داشته باش حالا ما مضمون آیه رو داریم میگیم اینکه خلاصه این است که حتی اوف نکن بله خب بعد از یک میان برنامه نسبت به یه موضوع میپردازیم چون که بسیار اهمیت داره و بسیار مهم است از آن بیننده میان برنامه آماده نشت است که همکاران ما آماده کردن تقدیم شما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا در پی شهادت حسین در قلب های مؤمنان عشقی به او پدید آمده است که هرگز سرد نخواهد شد پیام بر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب خوش آمدید میگم به یکی یک شما باز هم همراه برنامه روشنا به صورت زنده و مستقیم همراه باشین نمبر واتساپی ما مثبت 964 780 255 40, 13 حتما با ما در ارتباط باشین بسیار خوشحال میشیم و همچنان از طریق فضاهای مجازی میتونین ما را دنبال کنین از طریق یوتیوب آپارات انستاگرام و فضاهای مجازی بسیار خوب همراه با خواهر خوب خانم حسن در استودیو ادامه صحبت ها را که آرامش در خانواده هست داریم خب خانم حسن زاده آمدیم نسبت به موضوع اعضای خانواده و ای که حقوق یکی دیگر را رعایت کنند خود از این میتونه باعث آرامش بشه در زندگی خب بله. بله آیه قرآن رو خوندیم که گفتیم سوره اسرا مضمونش رو گفتیم ام. گفتن که به پدر حقوق رعایت حقوق نسب، فرزندان نسبت به والدین بود ده. گفتیم که باید کلا فرزندان جوری باشه که حتی به پدر مادر خودشون اوف نگن یعنی کوچکترین حرف دیگه با رفتار سنجیده نسبت به اونها داشته باشن همین خودش در خانواده ایجاد آرامش میکنه وقتی حقوق رعایت همه چیز در جای خودش باشه و خانواده به هم احترام بگذارن ناخداگاه خودش باعث میشه که آرامش در خانواده یه خانواده آرامی داشته باشن بله. و ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مم. که ما داریم که بیشتر سفارش شده مثلا در بین اعضای خانواده حتی نسبت به همسایه حقوق همسایه و اینها اشاره شده حالا ما همون فرض در چون بحث خانواده رو میکنیم همون حقوقی که در خانواده و بین فرزندان لازم هست بیان میکنیم که میگن امام سجاد علیه السلام میفرماین حق فرزندان نسبت به والده ام. یعنی باید فرزندان هم همون جوری که به والدین حق و حقوقی دارن فرزندان هم حقوقی دارن باید رایت بشه باید. حق فرزند گفتن بر تو آن است که بدانی که او از توست خیر شرش هم در این دنیا منتصبه به توست ام. یعنی یک فرزندی دچار مشکل میشه چی خی... موفقیتی کس میکنه باید. چی خدای نکرده یک مشکلی براش پیش میاد ام. این میگن به همون پدر و مادر برمیگرده چون این به فرزند ای خانواده است و به همون دلیل که مسئولیت و ولایتی که بر اون فرزندان داری به والدین داری بلده بلده. میگه موظف هستی که اونها رو خوب تربیت کنی و به از جالب اینجای باز هم گفته به جانب پروردگار راهنمایش کنی یعنی هر جا بحثی که داره میگه اول از خداوند میگه یعنی توجه میده به خداوند چی حقوق والدین رو در خداوند بیان میکنه چی اینجا مساجد دارن حقوق فرزند بر والدین این رو که میگم باید خداوند مد نظر باشه چون وقتی خداوند مد نظر بود میتونه انسان ارتباط او رو با خودش و خدای خودش درست کنه برای اون فرزندا و میگه توجه داشته باش که اگر به شایستگی اونها رو تربیت کنی خداوند هم برای شما پدر و مادر یک نوع پاداشتی در نظر گرفته بله. و چنان چه در تحبیریت اون سهل انگاری کنی باعث میشه که باجه به عقوبت خداوند قرار بگیری و دچار عذاب بشی شدار. این داره به خانواده ها به پدر و مادرها ها پشتان میده امام سجاد علیه السلام که باید توجه بکنید بلکه باید تربیت فرزندان رو تربیت درستی اونها رو تربیت کنیم جوری نباشه که بگیم الان ما کار خود رو انجام دادیم و به عوابقه بهش کار نداریم این فرزند هر جور تربیت شد شد یا نشد نه باید اون پیگیر باشه پدر و مادر برست. باید تو اون توجه داشته باشه و اگر هم میخواد انتقادی به اون فرزن بکنه بسیار آرام و با احترام و محبت این انتقاد رو به فرزن بکنن که اثرگزار باشه و میگن می که بعضی ما در بین خانواده ها که زیاد هم مبتلا هسته اینه که آقا فکر میکنه سرپرست خانه هست برست. و ولایت بر خانواده داره میتونه هر نوع خدایی نکرده توهینی و یا سرصدای در خانواده مثلا ایجاد کنه تا حرف اون به کرسی بشینه ولی بله بله. بله ما باید این رو توجه کنیم یا برعکس مادر خانواده میگه من چون بر اولادم ولایت دارم میتونم مثلا اونها رو تحت امر خودم مم. هر کاری که من میگم انجام بدن ما میگیم نه امروز خیلی با دنیا فرق کرده با قدیم که مثلا فرزندان تربیه میشه اینو باید والدین توجه داشته باشن فرزندار رو چنان توجه بدن مم. به موارد بله. مثبت بله. که یک تربیت نیکو داشته باشن که او خود فرزند متوجه بشه چون اگه زورگویی و مثلا سر صدا و بله. جدال و اینها باشه مم. تا یک جای قط... میتونه میتونه تاثیرگذار باشه ولی به از اون به بعد دیگه تاثیرگذار نیست و باعث میشه که خدای نکرده فرزند احترامی به پدر و مادر کنه حتی فرزندان دینی متاسفانه جلوی پدر مادرای خودشون ایستادن بله. خب این چی میرسانه؟ ناامنی در خانواده رو مم. آرامش رو دیگه از خانواده میبره پس رعایت حقوق تک تک اعضای در خانواده و حتی تربیت نیکوی فرزندان باعث میشه که یک آرامش در خانواده ایجاد بله. بشه صد در صد. حقوق زن همه قسم وقتی حفظ بشه در داخل خانواده یا حقوق مرد همسر وقتی در دا داخل خانواده دا حفظ شود خب مسلم است که به دنبال او ما آرامش خواهیم داشت خواهیم داشت خب پس عدم این مواردی که گفتیم باعث میشه که آرامش خانواده از بین بره. مم. یکی دیگه از اونها باعث میشه که شایعات در خانواده ها خیلی تاثیر گذار هست مم. خدای نکرده در بین خانواده یک شایع اتفاق بیفته و مثلا حالا میگن ممکن شایع چی باشه حالا ما بین فامیل یا اعضای خانواده صرفا بحث نمی کنیم حتی شایعاتی که در فضای مجازی باعث شده خانواده از هم بپاشه و ناآرام بشه ای خانواده خب انسان باید چیکار کنه در برابر ایشایات هر فردی باید وقتی که چه در فضای مجازی قرار میگیره یا در مورد یک حرفایی از اطرافیان خود قرار میگیره باید تفکر انتقادی داشته باشه تفکر انتقادی. انتقادی, حالا ما ممکنه بپرسن که بینندگان عزیزی تفکر انتقادی یعنی چی؟ ب... یعنی هر حرفی رو سری ما باور نکنیم امه. وقتی ما سخنی رو میشنویم اول درباره اون فکر کنیم که این سخن رو کی به ما بیان میکنه و کی چه کسی داره سخن رو من ما منبع کجا هست, کجا هست؟ یعنی این سر ریشه شما از کجا هست ام. به آیا معتبر این فردی ای که گفته یا غیر معتبر هست برون. اینو باید تحقیق کنیم که هر سخنی رو به راحتی قبول نکنیم و اگر این سخنی که مثلا منبع معتبری نداشته ام. قبول کنیم یک ناامنی در خانه ایجاد میشه میشه خانه رو به هم میریزه و باعث میشه که خدای نکرده به کسی حتی تهمت بزنیم بله،, بله, کسی رو مورد تهمت قرار بدیم مثلا یک نفر از راه میرسه میگه که مثلا همسرت مثلا یک یک همچی کار کرده خب زن ناگهانی او رو اگر که بدون تحقیق بدون از اینکه بفهمه که ای گپ راست است یا نه مثلا ما، ماکم بگیره همسر خود و بگه که ها مثلا همچی گپ برای خودت گفته شده نارامی ایجاد میشه در حالی که او میتونه تحقیق کنه صحبتی که شنیده رو ببینه بهش کجاست ریشش در کجاست خوب بعد از تحقیقات بعد از او باز تصمیم کنه و قضاوت کنه, و کنه. ف... حتی ممکنه خدای نکرده آبروی رو ری ریخته بشه ما چه خانواده های دیدیم که الان مشناسیم خو... یک حرف پوچ بین اون خانواده چرخیده و حتی اعضای خانواده نسبت به هم چرکی شدن و <متحدث> نسبت به هم سوء زن پیدا کردن بلدن. خب این از همون شایعاته و الان هم میتونیم همین شایعات رو به فضای مجازی ربط بدیم مثلا همین فضای مجازی اولا در مورد بعضی از مباحث کرونا که مثلا مطرح میشد الان اطلاعات مردم بیشتر شده ولی <متحدث> اوای چقدر فضای مجازی باعث میشد که اینا در تشویش ایجاد بشه استراب در اونها ایجاد بشه و حتی باعث بشه که او توانایی که بتونن با این مشکل مبارزه کنن با این بیماری بالده. مبارزه بالده. کنن از دست میدادن این به خاطر همون شایعاتی بود که منبع معتبری نداشت و موثق نبود بالده. پس انسان باید در کارهایی و حرفایی که به او رسیده میشه حتما توجه داشته بالده. باشه بالده. که این حرفا رو من از کجا شنیدم و چه اینها را تحلیل کنم و چطور این ای تحلیل کردنش که بمانه بحث تفکر اختصاصی است و چطور به طرف مقابل خودم برسان این, این... خودش یک دیگه آره. مهمه. چون خیلی حرفا میشه که به قول شما همون خانومی که مثلا حرفی در مورد ام. همسر خودش شنیده حالا تحقیق نکردم که گفته اوضاع خیلی بدتر شده ولی بله اگه نه همین رو اگه تحقیق میکرد اگه میدید که مثلا موثق هست ام. یا نیست حالا به فرض بودی خبر همین خبر موثق بود بله بله. و این چجوری این رو برسانه این رو به همسر خودش این خودش یک نکته ای است که این رو با آرامش رو, رو برایان کنه یا نه با عصبانیت و دلرنجی و دلشکی رو بیان کنه و ای هر کدوم تاثیرات خودش رو دارن حتی یک فردی که میتانه با مشکلاتش مواجه کنه همینجا مشخص میشه که چجوری با این مشکلات خودش مبارزه کنیم و یک مورد دیگه که نارضایتی می آورد البته در جلسات قبل ممکنه ما یک مباحثی گفته باشیم ولی چون گفت الان داریم عوامل نارضایتی چیز مو... عدم آرامش عدم در آرامش در خانواده رو داریم ذکر میکنیم چشم هم چشمی هست ام. اون بحث نارضایتی رو ما بیان کردیم از زندگی عدم رعایت حقوق رو بیان کردیم شایع رو بیان کردیم ولی اینجا چشم هم رو که در خانواده میخوایم بیان کنیم همو تجمل پرستی تجمل گرایی و, سیار و همچشمی که انشالله در هیچ خانواده دیده نشد بخوز... سخت است خیلی بسیاره. سخت است آه. و خودش باعث میشه که انسان رو به اهدافش نرسانه بله آرامش ب... نیست او خانواده <تصفح> اصلا ممکنه بگه که نه من ممکنه به مقصدم رسیده باشم فلان چیزی که میخواستم <تصفح> رسیده باشم ولی با چی تنش هایی به اون مقصد خودش رسیده من اینجا یک مثالی رو به ذهنم آمرد یعنی فردی رو تصور میکنیم که داره میره به کوه. مهم. و به کوپه میخواد بره یک کوله پوشتی داره و این کوله پوشتی خودش رو هر چی میتونه سبک میکنه چون راحت قدم برداره و به قله برسه و ولی بعد هر چی رو سنگین کنه برش سنگین تر عذاب آورتر استرس بیشتری داره براش تحمل سنگینی داره خب حالا ما همه زندگی های تجمع گرایی هم همینطور میتونیم توصیف کنیم که هر چی سنگین تر بگیرین چه در بحث ازدواج در خرید خانه چه در وسایل لوکس خانه هر چی سنگین تر بگیریم باعث میشه که هم مثل اون مسافری که داره به کوه میره تصور کنیم بله. که هر چی بار سن... سنگ... بگیریم باعث میشه که رفتن به او با لخته و اهدا رسیدن به اهداف سختتر باشه این نکته است که باید جوانان ما حتما توجه کنند که اگر زندگی رو هرچی از او دور تجملات دورتر بشن و در حد وسط نیاز, نیاز, نیاز باشه, در نیاز براشون راحت تر هست آه. اه، یکی دیگه این است که مواردی هست که تحقیر کردن افراد باعث میشه که آرامش از خانه بره ما این رو در تحقیر شدن یا تحقیر کردن تحقیر, کردن. تحقیر, کردن. تحقیر کردن. برای طرف مقابل می‌خوایم اون رو مثلا سرزنش کنیم به ما یعنی ناراحت کن... بکنیم یا او رو بگیم که کارت اشتباه هست و این رو از الفاظ خیلی زشت براش استفاده کنیم خب مطمئنا او هم جوابی رو برای انسان در نظر میگیره دیگر. دیگه یک بار گوش کنه و دو بار گوش کنه باعث میشه که روح رمانه ای فرد به هم بریزه و خدای نکرده در مقابل جوابی رو بده همین جوابی که میده باعث میشه که آرامش رو در زندگی از, 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 از انسان بگیره حال چی مرد باشه نسبت به زن انجام بده چی ان والدین باشن به فرزندان ام. انجام بدن حتی اعتماد به نفس این را میاره پایین بله. دیگه نمیتونه اون مشکل امه. خور برطرف کنه و هر تحقیر کردنی یک تحقیر شدن داره دیگه بله ولی بله ها تحقیر کردی یک چیزی گفتی و او هم به همون نسبت مثلا او را طرف تحقیر میکنه و به این گونه است که آرامش هم ذهنی یک انسان هم آرامش فردی و به حال نسبت به خانواده و آرامش کل خانواده از بین میره راسه یک مورد دیگه ای که ما میتونیم برای آرامش رو از بین میبره بیان کنیم بدبینی سوی زن هست ام. که این عامل خیلی مهم هست خصوصا در زندگی های مشترکی که اول داره شک میگیره چون اعتماد کامل و زوجین به هم ندارن ممکنه سوء زنهایی رو نسبت به هم داشته باشن و در مثلا حال به بحث اقتصادی خرش کردن باشه یا به بحث فرهنگی باشه یا به بحث خانوادگی او باشه یک سوء زنهایی داشته باشن همین بدبینی و سوء زنها هم آرامش رو از بین میبره این خانواده های محترم باید این دقت کنن این توهم ممکنه باشه اصلا واقعیت نداشته باشه دوست. مثل همون شایعاتی که در بس قبل بله گفتیم و این باعث بشه که زندگی و آرامش رو از فرد بگیره بلکه نه وقتی که مثلا سوی نسبت به او پیدا میکنن اون رو تغییر بدن به خوشبینی اگه مثلا حتی ما داریم که وقتی از فردی چیزی رو میبینی اون رو به حالت بد نباید اول تغییر بدی به حالت خوب تغییرش بده. و همه حالا ممکنه بگیم نه باعث مثلا ممکنه جوانی بگه که نه من اگه همش در مورد همسرم خوشبین باشم ممکنه اتفاقاتی در زندگیم بفته و این خوشبینی آخر کاری به دستم بده و باعث بشه که همسر به همون سمت و سو که من فکر میکنم حرکت کنه ما میتونیم بگیم نه کاملا متفاوت هست آه. صفات اخلاقی خوب انسان رو به صفات اخلاقی بهتر میکشانه نه بدتر آه. اگه سوء زن نسبت به فردی داریم اگه او رو به حسن زن تبدیل کنیم و ای رو در اعمال و رفتار ما طرف مقابل ببینه بگه ای به من خط... خطای من رو حتی ممکن کوچیک خاطر بله. نداشته باشه ام. که توهم باشه که زندگی رو که به کل نابود میکنه ناآرامی رو بسیار زیاد میکنه ام. در خانه ولی اگر حالا خطایی بوده و این و ما سوء زن بیشتری بو کنیم او به همون سم میره اگه نه سوء زن خود رو کم مثلا به خوشبینی حسن زن تبدیل کردیم مطمئن باشیم که این هم طرف او موضع خودش رو تغییر میده میای به سمت که ما ام. فکر و افکار ما برده برده. حرکت کرده حالا بعضی از میگن نه ممکنه که به اون بره ما به اینا میگیم نه شما یک بار امتحان کنیم این مورد رو یک بار امتحان کنیم خودتان نتیجه رو میبینین ام. که همچین حسن زن ش... سوی زن شما سوی زن داره و حسن زن شما فرجام نیکی در ام. پی داره دیگه از مواردی که آرامش خانواده رو از بین میبره تنخویی در خانواده بد اخلاقی تکلم هایی که مناسب نیست به هم زدن خب حالا ممکنه بین اعضای خانواده باشه امه. یا بین مثلا حتی افامیل باشه نسبت به هم یک تنخویی میکنن توجه نمیکنم مثلا والد نسبت به فرزندان آره میتونه باشه به صورت امرو نه کرده باشه مثلاً، بله،, بله آره و این میگیم همین تنخویی ها همین جدل ها همین خانه رو نارام میکنه و نه تنها خ... به سمت بکشانه که به خوبی و صفات نیک بره حتی به سمتی میکشانه مم. که به سمت بدی های بیشتر میکشانه این باید انسان ها به او توجه مم. کنم چون آرامش خانواده وقتی رفت جدال در او خانواده مم. از رفت به وجود آمد حرمت ها از بین میره بله. حفظ حرمت ها دیگه نشد باعث میشه که دیگه احترام ها از بین, احترام دارن. ها از بین رفته و اصلا حرف همدیگه رو گوش نکنن و همیشه به همدیگه تشر بزنن ناراحت کنن هم دیگر رو حرفی که مناسب نباشه ای خانواده به هم بزنن و او خانواده دیگه صفا و سمیمیتی که باید داشته باشه نداشته باشه دقیقا بله ما یک نکته دیگری که در بحث آرامش بین والدین میتونیم بیان کنیم اینه که تا متانه والدین فرزندان خودشون ما در نکته سجاد همین رو بیان کردیم که فرمودن به یاد خدا بیانداز و در خود خداوند هم فرمودن که مرا بپرستید اول گفتن که داره در آیه قرآن سوره اسرا فرمودن ما این نکته رو میخوایم خیلی بزرگ جربه بدیم اینکه گناه نباشه در خانواده بله پس ما در آخرین لحظات برنامه هستیم و که دیگه فرصت نداریم و این موضوعی که گفتیم گناه در خانواده نباشه خود از ای یک موضوعی است که از بیننده ما میتونن به خوبی او را درک کنن فکر کنن در موردش و میبینن که وقتی این نباشه یعنی آرامش در زندگی ایجاد میشه نبودن گناه تشکر میکنیم خانم خاشم. حسن زادن لاش کردین زنده, زنده باشین شما همه خانواده ها صفا و, و آرامش باشه انشالله امیدوار هستیم که همه قسم هست و باز هم تلاش کنند که آرامش در خانواده ایجاد شود خب تشکر از شما از دانه بیننده از اینکه تا این لازم راه ما بودن و اما آرامش در خانواده گفتیم توکل به خداوند و همچنین فراموش کردن و بخشیدن و نبودن در گذشته این سه تا عنوانی بود که من در اول برنامه میخواستم بر شما عزیزان بیان کنم یکیشه گفتم دو تا دیگهش مانده بود بسیار زیاد تشکر از همراهی گرمتان شما را به خدای پاک و بزرگ میسپارم اما لحظات ملکوتی از به وقت کابل هم فراموشتان نشوه خدا نگهدار صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله يا اجمل خلق